سلام به شما دوستان و همراهان عزیز. ناصر ملک مطیعی کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون بود که در این ویدیو به بیوگرافی سرنوشتش بعد از انقلاب و علت فوتش میپردازیم. لطفاً قبل از دیدن ادامه ویدیو کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید. ناصر ملک مطیعی متولد پنجم مرداد 1309 در تهران بود که بعد از انقلاب و اتفاقاتی که رخ داد نتوانست همچون فردین و بهروز وثوقی به فعالیت هنری خود بپردازه و مجبور شد در مشاغلی همچون مشاور املاک و قنادی مشغول به کار بشه. ایشون سالها پیش با خانمی به نام مهین ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دو فرزند، دختری به نام شیرین و پسری به نام امیرعلی می باشد که همسرش مدتها پیش فوت کرده و ایشان بعد از مرگ همسرش هیچ وقت ازدواج نکرد. او در رشته تربیت بدنی در دانشسرای عالی تهران مشغول به تحصیل شد و بعد از فارغ التحصیلی به سبب سلامتی بدن و فیزیک مناسبی که داشت وارد عرصه سینما شد و اولین کارش را در سال 1327 بازی کرد. آقای ناصر ملک مطیعی در مصاحبه می گوید من 9 سال رئیس تربیت بدنی ناحیه 2 بودم و فوتبال بازی می کردم، داور کشتی نیز بودم. او نیز می گوید من خودم فردین را وارد سینما کردم و هیچ وقت فکر نمی کردم او از من جلو بزنه. همیشه خم شدم تا دیگران از من بالا برن. هیچ وقت دلخور نشدم و هیچ وقت به کسی هم حسادت نمی کنم، چون به خودم معتقد بودم. مرحوم تختی آقای فردین را به من معرفی کرد و از من درخواست کرد که او را به سینما معرفی کنم. آقای ملک مطیعی گفتند در سال 1332 به سربازی رفتم. کمی دیر رفتم چون مشغول کار و فیلم بودم. آن زمان برای رفتن به سربازی قرعه کشی می کردن و کسانی که انتخاب می شدن به سربازی می رفتن و بقیه هم معاف می شدن. من هم به دانشکده افسری رفتم تا در قرعه کشی شرکت کنم و تا ساعت 4 و 5 بعد از ظهر قرعه به نام من نیفتاد. اما دلم می خواست به سربازی بروم و به دانشکده افسری راه پیدا کنم و لباس سربازی بپوشم. بالاخره قرعه به نام من افتاد و دوران سربازی دوران خیلی خوبی برای من بود و خاطرات خیلی زیادی از آن دوران دارم. آقای ملک مطیعی دوران بعد از انقلاب را دوران خیلی سختی توصیف کرده است، زیرا به خاطر عشق و علاقه‌ای که به سینما داشت و نمی‌توانست بازی کند دچار انزوا و تنهایی شده بود. امکان کار هنری برای او مهیا نبود. بعد از مدتی به دعوت عوامل فیلم برزخی ها نقش کوتاهی را در آن فیلم بازی کرد، اما نام او در تیتراژ پایانی فیلم به نمایش در نیامد و روزنامه خبری از حضور مجدد او در سینما منتشر نکردند و این موضوع باعث دلسردی او شد. ایشان شرح آن دوران بعد از انقلاب را اینگونه می گوید: کسی از دوستان من نمانده بود. بهروز که به خارج رفت و فردین هم مدتی تقلا کرد که کار کند. ایرج قادری هم خواست کار کند که کار کرد. ولی من از کسی تقاضای کار نکردم و خودم را کنار کشیدم. ایشان میگوید بعد از مدتی به ایالات متحده رفتم تا به پسرم سر بزنم. قصد آن را داشتم که مدت طولانی آنجا بمانم و نمیشد که هیچ کاری انجام ندهم. آنجا به یک سوپرمارکت رفتم و مشغول به کار شدم و خیلی از ایرانی ها به آنجا می اومدن و از اینکه من اونجا کار می کردم ناراحت می شدن و بچه هایی که در آن سوپرمارکت کار می کردن به من می گفتن که من مشتری ها رو فراری می دم. بعد از آن بود که همه به من گفتن مدیر سوپرمارکت هستم که دل دیگران برایم نسوزد و من در آنجا هر کاری انجام می دادم. حتی پیک موتوری هم شدم. بعد از مدتی با خودم گفتم من که اینجا همه کار می کنم بهتر است برم مملکت خودم کار کنم و به تهران آمدم و در حیاط خانه‌ام یک شیرینی فروشی راه انداختم. یادم هست که آقای فردین هم
اول فرش فروشی راه انداخت و بعد یک شیرینی فروشی و بعد از مدتی او نتوانست شیرینی فروشی را اداره کند و پسرش راهش را ادامه داد. به هر حال میخواهم بگویم یک 5-6 سالی ادای شیرینی فروش ها را در آوردم. مردم صف میکشیدند و من زولبیا و بامیه میفروختم. تماس من با مردم و نزدیکی که با آنها داشتم مرا خیلی سر شوق آورد. از هر جای تهران که سوار تاکسی می شدی و آدرس شیرینی فروشی ملک مطیعی را می خواستی مستقیم شما را به آنجا می آوردن. به خاطر می آوردم که شب عید همه خانه را تعطیل می کردیم و در سالن خانه شیرینی های خانگی می چیدیم. خانم من قسمتی از شیرینی های شب عید را در اتاق خانه درست می کرد و در این زمینه به من خیلی کمک می کرد. ناصر ملک مطیعی بعد از 35 سال دوری از سینما بالاخره در فیلم نقش نگار به کارگردانی علی عطشانی بازی کرد و آقای ناصر ملک مطیعی در شامگاه 4 خرداد 1397 به دلیل بیماری تنفسی و کلیوی در سن 88 سالگی درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی. لطفاً شما دوستان عزیز هم یک جمله در وصف این بازیگر عزیز و دوست داشتنی برامون کامنت کنید. خیلی خیلی ممنون از لایک و سابسکرایب شما که برامون بسیار ارزشمند است. و اگر هنوز عضو کانال نیستید، لوگو سرنوشت را در پایین تصویر مشاهده می کنید که با یک کلیک ساده می تونید عضو کانال بشید و ویدیوهای ما رو دنبال کنید. خیلی خیلی مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.